بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم امیدوار جور صحت سلامت باشین و امیدواری امیدواری درس روز خود را آغاز می کنیم شاگردان نهایت گرامی شما در سه روز گذشته را تفاضل ست بود مشاهده کردین در تفاضل ست ها قبل از اینکه ما بیم سر درس نو ما که در ست کلی و مکمله هست ست کلی و مکمله یک ست هست قبل از اینکه ما بیم سر از صحبت کنیم مومیم ست تفاضل تفاضل را ما قسمی براتان گفتیم که تفاضل ست ها ست ای تفاضلش بی تمام عناصری که در ای شامل باشه اما در بی شامل نباشه این می ست ست تفاضلش است اگر باشه سی بی تمام عناصری که در سی شامل باشه در بی نباشه تفاضلش است اگر باشه بی ای تمام عناصری که در ست بی شامل باشه در ای شامل نباشه این تفاضل ستا بود حالا شما برین به صفحه کتابتان ست کلی و مکملی یک سطح را ببینین در ست کلی و مکملی یک ست در ست کلی و مکملی یک ست شما دارین که ما در اینجا شما ببینید ست کلی و مکمله را چی گونه ما می توانیم بنویسیم ای اگر ست کلی باشه یو یک ست مکمله باشه و ای هم یک ست باشه ای هم یک ست باشه در اینجا شما ببینید ست مکمله عبارت از ستی است که تمام عناصرش در ست عمومی بوده باشه اما در ست ای نباشه بازم تکرار کنم. ای, ای مکمله را ست ای مکمله ای را همیشه باید داشته باشین به با ای زبر یا ای تو ای خط بالایش نشان میتن اگر مکمله بی باشه به با بی زبر یا بی خط نشان میتن شما بفهمین که هر وقت زبر میبینین یا خطک می میبینین بفهمین که او مکمله را افاده میکنن پس از اینجا ما گفتیم ست مکمله عبارت از ستی است که تمام عناصرش در ست ای شامل باشه اما در در ست یو شامل باشه اما در ست ای شامل نباشه باز تکرار میکنیم کنیم مکمله ست عبارت از ستی است که تمام عناصرش در ست یو شامل اما در ست ای شامل نباشه آله ما میم در اینجا یک سوال را می کنیم در کتابتان هم وجود داره <applause> اگر ما بیم ای مکملش ای مساوی باشه ست یو و ایام ای در اینجا ست مکمله ست مکمله ست حروف زبان انگلیسی است ست حروف زبان انگلیسی است ست حروف زبان انگلیسی خب خیر ای چی است ای ای ست حروف واول یا صدادار دار ست حروف واول وال یا صدادار برش میگن باش خیر مکملی از این ما چی گفته میتونیم ست حروف غیر واول یا غیر صدادار پس این ما گفته میتونیم ست حروف غ... غیر واول واول یا غیر صدادار هم برش میگن غیر صدادار ما از اینجا فهمیدیم که مکمله یک ست عبارت از ستی است که در ست عمومی موجود اما در ست ای موجود نباشه حالا بین ما یک سوال را اینجا مطرح می کنیم که مطابق اینمی حرفی که اینجا گفتیم اگر ست ای ما باشه کدام ای ای آی او یو حروف صدادار بیشتر که گفتیم و ست عمومی یا یوی ما باشه ای بی سی دی ای اف جی اچ e f g h k l m n o n o p q r s و بالاخره r s r s t تا زید باشم تا زید یعنی از ای شروع تا زید ای بی سی دی ای اف جی اچ کا ال ام ان او پی کیو آر اس تی تی وی دبلیو هر چیز که اگر شما تا زید نشتن کنید تی وی دبلیو اکس وای زید ای e باشم سته عمومی ما خب سه تا عمومی ما بیم مکملی از این اگر ما بخوایم پیدا کنیم ما چی میکنیم مکملی از این اگر ما بخوایم پیدا میکنیم شما در اونجا جای نشد آوردیم به یه قسمت از اینجا ما مکملی از این گفتیم که مکمله ای مساوی میشه به یو تفاضلش با چی؟ ای از این مساوی نتیجه میشه که مکمله از این آل تمام حروف انگلیسی را از شما از A B C D E F تا زیت نوشته کنین تا زیت و ای را تفاضل بتین به حروف A E آی او U شما در اینجا میبینید که ستی که بدست دست میاید مکمله از این بجز از حروف واول که بی میشه سی میشه دی میشه اف میشه جی میشه اچ میشه آینه میشه چون واول است اچ اچ ای میشه با می ترتیب K میشه و J میشه uh, L میشه M میشه uh, N میشه O نمیشه N O P میشه و بالاخره Q uh, میشه R میشه S میشه T میشه W میشه اکس uh, میشه وای میشه و زید خب حالا ما در اینجا فهمیدیم که ست مکمله کدام حروف ها شد بجز از پنج حرف بیست و یک حرف دیگه باید اینجا شامل باشه بی سی دی ای واول بود نگرفتیمش e, ای اف گرفتیم جی را گرفتیم اچ آی واول بود نگرفتیمش ک جی ال ام ان او واول بود نگرفتیمش پی کیو آر اس تی یو بود نگرفتیم دبلیو ایکس، وای زد. پس شما تمام عروف واول را در اینجا نمی بینین پس میگه مکمله ست این ایست است. خب این کمه که بیروبار داشت به خاطر که شما خوبتر بفهمین یک کمی ساده تر کمتر اعداد یا حروف را در نظر می گیریم که شما خوبتر بفهمید. خب امیدوار هستم که مفهوم را شما فهمیده باشید. حالا یک ست را ما در نظر میگیریم ست یو. از یک ال دو سه چار و پنج شش ای ست را در نظر میگیریم ای را در نظر میگیریم ای مساوی میشه به یک دو سه آل مکمله ای از ای را برای ما سوالی هم میتک ای را چرا؟ پس ما میگیم که ای مکملش یو تفاضلش با ای پس نتیجه از اینجا میشه که مکمله از ای مساوی است به تمام حروفی که در ست عمومی است نشته میکنیم یک دو سه چار پنج شش تفاضلی از ما میگیریم با کدام یک دو سه حال وقتی که تفاضلی از ایره بگیریم پس مکمله ای بسیار واضح معلوم میشه و جز از یک دو سه دیگه تمامش میشه چار پنج شش ای مکمله ای است شما میتونید که مکمله ست را به این شکل بدست بیرین گفتیم مکمله ست عبارت از تمام عناصری است که در ست عمومی شامل باشه اما در ست ای نباشه اگر به می ترتیب از بی به می ترتیب از سی اگر به این مایی ای را به شکل دیاگرام وین در نظر بگیریم مثلا شما در اینجا ایره یک ست عمومی در نظر بگیرین در ست در دا داخل از یک ست ای را در نظر بگیرین ست ای ما شامل کدام اعداد بود؟ یک دو سه خب ست عمومی ما بود چار پنج شش پس این ست عمومی ما بود حال مکمله ما کدام ساحه هستن؟ اینمی ساحه را که شما میبینین اینی ای ساحه تمامش مکمل است و جز است یعنی ای. ساحر که شما میبینید تمامش ست مکمل است پس ست مکمل عبارت از ستی است که در ست عمومی شامل باشه اما در ست ای شامل نباشه فکر می کنم که با تمام معنا شما ست مکمله را فهمیدین و ست مکمل یک ستی است که عناصرش در ست عمومی شامل باشه اما در ست بی شامل نباشه چند تصویری که شما در اینجا میبینید در کتابتان او بیانگری ازی است که ست یو یک تصویر شما گرفتین که ست واول هست و او ست واول را بیشتر به شکل لست کار کردیم به شکل اومی اگر ما اینجا کار کنیم میم یک ست عمومی میگیریم و یک ست ای بیشتر ای را گفتیم ای Uh, e i o i o u i sette vowel put e b u c u d i v o uh, f o h o uh, k u j o l o m -u, n, -u. F m uh, n -u, 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 r f e r g s m n p q r s t -u. v و x و y z اگر کدام حروفش شما مانده باشه شما میتونین باز نوشته کنین ای ست عمومی ما شد ای ست ای ما شد پیشتر مکمله از ایره که ما پیشتر پیدا کردیم اینی میسا هست بجاز از ای ای آی او دیگه تمام حروف 21 حروف انگلیسی که شامل از اینجا میشه اگر اینجا هم نمیباشه نمی شما میتونین نوشته کنین اونمو او میشم چی؟ ست مکملیش شما میتونین واره نوشته کنین مثلا جی هست اگر احیانا کدام اعدا حروف انگلیسی هم مانده باشه و هم شامل است از اینجا نتیجه گرفتیم که ست مکمله حروف غیر صدادار شد و ست عمومی حروف صدادار و غیر صدا دار و ست ایمو ست صدادار شد امیدوار هستم که شما یاد گرفته باشین درس را و فهمیده باشین که ست مکمله عبارت از ستی هست که تمام عناصرش در ست ای شامل باشه در ست یو شامل باشد اما در ست ای شامل نباشد تمام عناصرش را میبینین از مکمله در یو شامل است اما در ای شامل نیست درس خود را به اینجا با پایان میرسانیم آلی یک دو سوال کار خانگی برای شما میتیم که مثلا شما اگر ست یو شما داشته باشین از یک دو سه 4 5 6 7 8 نو، 10 این ست یو تان باشه و ست ای شما مساوی است به دو، چهار، 6 8 ده. شما ای زبره یا مکمله را به دست بیارین. شما میتونین با استفاده گفتیم که ست مکمله عبارت ستی است که تمام مناسج در ای باشد در ای باشه در یو باشد در ای شامل نباشه شما میفهمید که کدام مناسر در یو شامل است که او در ای نیستن اینجا لست کنین انشالله سوال جواب دانه بعد است این سوال ها در خانه کار بکنین تایی که شما را دوباره باز در خدمت قرار میگیریم شما را به خداوندی یک تاوبی تا هم تا میسپاریم سپاریم روز و روزگارتان خوش